به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام جهانداور دادگر کز او گشت پیدا به گیتی هنر، به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با قسمت دیگر از شرح داستانهای شاهنامه. سرمصدر داستان در نظر دوستان، داستان به آنجا رسید که کیکاووس در زابلستان مهمان رستم دستان بود که خبر حمله تازیان از سرزمین های شام و بربرستان و یمن و هاماوران رسید. در برنامه پیشین درباره جغرافیا و قوم و قبایل بربرستان و هاماوران شرح داده شد. باری پس از شکست لشکریان بربر و مصر و شام، شاه هاماوران به ناچار از در آشتی با کاووس درآمد. در این حین ماجرای عشق و دلدادگی کاووس و سودابه پیش آمد. دختر شاه هاماوران سودابه است و سودابه هم با رضایت کامل و با تشریفات تمام به عقد کاووس درآمد. اما شاه هاماوران پدر عروس بسیار خشمگین و پرکینه از این وصلت، توطئه‌ای چید تا داماد و لشکریانش رو اسیر و دربند کنه. دو هدف داشت: یک، از باج و خراج و مالیات معاف باشه و بالای سر نداشته باشه; دو، بتونه تک فرزندش رو به دست بیاره. سودابه زیر بار مهمانی پدر نرفت. به کاووس گفت: این دعوت مهمانی یک دعوت شوم است، توطئه‌ای است از سوی پدرم برای اسارت تو و به دست آوردن من. حذر کن، نرو. کاووس اما مست از قدرت خود در ضیافت پدرزن شرکت کرد. سرانجام خود و لشکریان در شرایط سرمستی و سرخوشی و عیش و نوش و راحتی اسیر شاه هاماوران شدند. اسیر دسیسه‌ای که شاه و لشکر بربرستان هم در اون شریک بود. شاه هاماوران قلعه ای رو برای زندان کاووس و سرانش در نظر گرفت. یکی دز برآورده از کوهسار، تو گفتی سپهرستش اندر کنار. سر به آسمان کشیده بود این قلعه. بران دز فرستاد کاووس را، همان گیو و گودرز و هم توس را. به این ترتیب تمام سران سپاه ایران همراه با پادشاه زندانی میشن در نتیجه حرف نشنیدن کاووس، چنان که زن خودش به او گفته بود که اینها قصد گرفتاری تو رو دارند، ولی کاووس مست قدرت خود گوش نمی کنه. از آن طرف شاه هاماوران چند زن به دنبال سودابه می فرسته که او رو بیارن به حرمسرای پدرش.
با رسیدن فرستادگان سودابه به اونها تعرض و پرخاش میکنه که من هرگز پا به شبستان پدرم نمیگذارم، میخواهم با کابوس باشم. بشنویم نقل قول فردوسی: برفتند پوشیده رویان دو خیل، اماری یکی در میانه جلیل. جلیل یعنی چادر و کجاوه پوش، که سوداوه را باز جای آورند، سراپرده را زیر پای آورند. چو سوداوه پوشیدگان را بدید، پوشیدگان یعنی زنان چون روشون رو می پوشوندند. چو سوداوه پوشیدگان را بدید، به تن جامه خسروی بردرید. به مشکین کمند اندر آویخت چنگ، به فندق دو گل را به خون داد رنگ. فندق یعنی ناخونهاش، یعنی صورتش رو با ناخون خراشید. گفت مرد چنین نمی کند، فرستادگان را سگان کرد نام، همی ریخت خونابه بر گل مدام. جدایی نخواهم ز کاووس گفت، وگر چه بود خاک ما را نخفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بی گنه سر بباید برید. بگفتند گفتار او با پدر، پر از کین شدش سر پر از خون جگر. به حسنش، حسن یعنی حساری که دسترسی به اون بسیار سخته، به حسنش فرستاد نزدیک شوی، جگر خسته از غم به خون شست روی. نشستش به یک خانه با شهریار، پرستنده او بود همو غمگسار. سوداوه به خانه پدر نمیره و بر اثر پافشاری اون رو هم به همون قلعه میفرستند که شوهرش کاووس شاه رو اسیر کرده بودند. خبر در دنیا پیچید، افراسیاب خبر شد که تخت زرین ایران زمین باز هم از شاه خالی است. دستور داد باد به دم کرنا، لشکر بزرگی فراهم، حمله به سمت ایران برای اشغال و تصرف. از آن طرف تازیان هم در ایران ریختند و به هر گوشه چنگ انداختند. جنگ تورانی با تازی، جنگ توری و تازی با ایرانی، جنگ حکومت ها با هم. باز هر تکه این دیار حاکمی داشت و هر حاکم حکم و فتوا و فرقی. گشن لشکری ساخت افراسیاب، برآمد سر از خرد و آرام خواب. به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه، بدادند سرها ز بهر کلاه. از ایران برآمد ز هر سو خروش، شد آن رام گیتی پر از جنگ و جوش. چنین است رسم سرای سپنج، همه از پی آز ورزند رنج. همه از روی طمع است، طمع. سپاه اندر ایران پراکنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. همه دز گرفتند ز ایران پناه، بر ایرانیان گشت گیتی سیاه. دو بهره سوی زاولستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. باز رفتند به خواهشگری خدمت خاندان رستم. که ما راز بدها تو هستی پناه، چو کم شد سر و تاج کاووس شاه. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست.
کسی که از پلنگان نخورده است شیر، بدین رنج ما را بود دستگیر. ببارید رستم ز چشم آب زرد، دلش گشت پر خون و جان پر ز درد. چون این داد پاسخ که من با سپاه میان بستم جنگ را کین خواه. چو یابم ز کاووس شاه آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. و باز این نقد کمر زال زر، اساره گرشاسبی پهلوان ایران، رستم است این آفتاب سپید دم، که باید کمر همت و مردی و مردانگی ببندد برای نجات این مرز و بوم. رستم دستان یکی نامه بنوشت با گیر و دار،
پر از گرز و شمشیر و پرکارزار، که بر شاه ایران کمین ساختی، به پیوستگی در بدن داختی. نمردی بود چار جستن به رنگ، نرفتی به رسم دلاور پلنگ. که در بزم هرگز نسازد کمین، اگر چند باشد دلش پر ز کین. مهمان اسیر می کنی؟ اگر شاه کاووس گردد رها، تو رستی ز چنگ و دم اژدها. وگرنه بیارای جنگ مرا، به گردن بپیمای هنگ مرا. به زودی از راه میرسم، اما بهتر از خودت پادشاه را رها کنی. شاه هاماوران کاری کرده است و حالا از سر غرور چاره ای نداره که جنگ کنه، چون این رو شکست بزرگی میدونه که کسی رو که با هزار نیرنگ و توته گرفته حالا رها کنه. جواب داد: تو هرگه که آیی به بربر ستان، منم برکشیده به پیشت عنان. همین بند و زندانت آراسته است، اگر رایت این آرزو خواسته است. بیا همین زندان منتظر توست. چو بشنید پاسخ گو پیلتن، دلیران لشکر شدند انجمن. سوی راه دریا بیامد به جنگ، چو بر خشک بر بود ره بادرنگ. به تاراج کشتن بیاراستند، از آزرم دلها بپیراستند. گو پیلتن گفت: جنگی منم، به آورد گهبر درنگی منم. برآورد گرز دلیران به دوش، برانگیخت رخش و برآمد خروش. چو دیدند لشکر بر و یال اوی، به رزم اندرون زخم کوپال اوی. تو گفتی که دلشان برآمد ز تن، ز هولش پراکنده شد انجمن. خوف و لرزه به لشکر هاماوران افتاد. شاه هماور از مصر و بربر باز هم کمک طلبید. سه شاه سه کشور بسیج شدند برای مقابله با رستم. رستم فکری کرد. مخفیانه پیکی عیار به زندان قلعه فرستاد با پیامی محرمانه برای کاووس شاه: ای شاه، شاه سه کشور بر ما برخواستند. ترس دارم که از جای بجنبم و اینها از سر کینه به جانت بلا بزنند. تخت و ملک بربر و مصر و هماور به چه کار من می آید اگر بد رسد بر تن پادشاه؟ گفت پهلوان: چنین بود تا بود گردان سپهر، که با نوش زهر است و با جوش مهر. و دیگر که دارنده یار من است، پناه است و مهرش حصار من است. تو مر رخش رخشنده را ده عنان، بیارای گوشش به نوک سنان. از ایشان یکی زنده اندر جهان، ممان آشکارا چند در نهان.
روز دیگر در سر زدن آفتاب عالمتاب، صدای شیپور جانبازی از دریا دریا لشکر برآمد و مقابل هم صف کشیدند. ابر اجل خیمه زد، باران مرگ باریدن گرفت. گذاشتند دست به کشتن، طول سخن باعث ملال. شاه شام به دست بهرام یل اسیر شد. شاه بربر با 40 سردار خود به بند کشیده شدند. سپاه رستم چنان از کشته پشته ساختند که کفن نتوان کرد. شاه هاماوران به ناچار پیام تسلیم فرستاد و گفت: خطا کردم، خطا کردم، مرا ببخشید، مرا ببخشید. سزدگر که سر را فرود آوری، سزدگر که سر را فرود آوریم. آخ به نزدش ز شادی درود آوریم. به جا مانده از پاک دینان تویی، فرازنده نام ایران تویی. مه اهرمن با تو بازی کند، فسانگم به تو سر فرازی کند. چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد. بر این بوم و برزه زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. هر آن کس که از مهر ایران جداست، هر آن کس که از مهر ایران جداست. چو دشمن بکوبش اگر ناخداست. کاووس و گیو و گودرز و طوس و دیگر سران آزاد شدند. سلیح سه کشور، سه گنج، سه شاه، سراپرده و گوهر و تاج و خواسته به غرامت این جنگ نابرابر بخشوده شد به خزانه ایران. بیا راست کاووس خورشید فر، به دیبای رومی یکی مهد زر. به سوداوه فرمود کندر نشین، نهان رو چو خورشید گرد زمین. بسیجید و اندر اماری نشست، پشیمانی آمد پدر را به دست. چون این کارها کرده شد، کاووس که همچنان مشغول سامان دادن کارهاست، خبر شد که افراسیاب در ولایات ایران تاخت و تاز و تاراج میکنه. برای افراسیاب نامه‌ای چنین نوشت: شنیده ایم که در ملک ما ترک تازی میکنی. بپرداز ایران و بیشی مجوی. سر ما شد از تو پر از گفت و گوی. تو را شهر ایران نه اندر خورد، چرا خیره می دست یازی به بد. فزونی مجوی ار شدی بی نیاز، که درد آردت پیش و رنج دراز. تو را که تری کار بستن نکوست، نگه داشتن بر تن خیش پوست. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چو این نامه برخواند افراسیاب، سرش پر ز کین گشت و دل پر شتاب. فرستاد پاسخ که این گفت و گوی نزیبد
جز از مردم زشت خوی. تو را گر سرا بودی ایران همان، نیازت نبودی به مازندران. کنون آمدم جنگ را ساخته، درفش درفشان برافراخته، که تور فریدون نیای من است، همه شهر ایران سرای من است. و دیگر به بازوی شمشیر زن، تهی کردم از تازیان انجمن. به پیغام نسپارم این تاج و تخت، مگر تیره گردد ز ما روی بخت. چو بشنید کاووس گفتار اوی، بیاراست لشکر به پیکار اوی. ز بربر بیامد سوی خوزیان خوزستان، یکی لشکری پیکر از رومیان. به جنگش بیاراست افراسیاب، به گردون همی خاک برزد ز آب. سر بخت گردان افراسیاب، بران رزمگاه اندر آمد به خواب. دو بهره ز توران سپه کشته شد، سر هر کس از رزم برگشته شد. بشد تیز با لشکر خوزیان، بران سود جستن سر آمد زیان. خوزستانی ها در این جنگ خیلی کمک کردن. روشن زمانه چو زانگونه دید، ز خوزان سوی شهر توران کشید. افراسیاب فرار کرد سمت توران خسته، با لشکرش شکست خورده و یاران از دست داده. کاووس برگشت به پای تخت، جشنی گستردند آراسته. شاه و کشور همه شاد و سرخوش. اما قرار بر آن شد که مراسم ویژه‌ای برگزار کنند. ببینیم اعطای مقام جهان پهلوانی به رستم دستان گو تاج بخش. به دعوت کاووس همه آمدند، امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان. طی یک آیین با شکوه، جهان پهلوانی به رستم سپرد. جهان پهلوانی به رستم سپرد، همه روزگار بهی زو شمرد. بدین ترتیب پس از طی هفت خانهای گسترده و جنگهای مهلک و تاریکیهای خوفناک و سرما و گرما و خون و آتش و چنگال دیو و دد و اژدها و دریا دریا لشکر توری و تازی، نیر اعظم، گو تاج بخش، رستم دستان، از سوی شاه و پهلوانان و بزرگان، به لقب شامخ جهان پهلوان ایران نایل و مزین گردید. جهان پهلوان آسوده از این قائله، برگشت به خان و مان خود، غافل از این که روزگار آبستن حوادثی دیگر است. ببینیم ماجرای پرواز کیکاووس به آسمان، شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر.